سیده چون به دلیل محدودیت زندگیش در داخل خانواده ارتباطات اجتماعی و اثبات در واقع شخصیت خودش رو جز در محدوده ما خواهر برادر رو بیشتر نمیتونه داشته باشه، برای همینم دیگران بیشتر از کانال پدر و مادر با این ارتباط برقرار میکنن. هر کسی نگاه بکنه بعد از حتی مدت خیلی کوتاهی هم میاد فکر میکنه که این از نظر ذهنی آدم طبیعی نیست. خب مسلما فکر میکنن که خب وقتی طبیعی نیست حالت بچگانه بیشتری داره دیگه. اینا که نمیتونه اصلا حرفش رو با طرف راحت بزنه، باید از طریق یه دیلماج صحبت بکنه. تو رو چیکار میکنه؟ خب تو خودی راه نمیده؟ نه دست حالا نخوره بهش. هی قرش کرده خیلی بهش نزدیک نشو. خیلی خب بگیش همین که من اون که نمیدونه، خود تو میدونی. سعید کنی دارشو قرد کنی. دختر یه حبید بگه چرا حرف نمیزنی با من؟ دوازده کلاس درس خونده. ماشاءالله دو تا خواهر. یادم شیرینی میذاشتم دهن سعید. اون موقع همیشه میترسیدم مواد سعید دست منم بخوره، چون اصلا فقط ناتوانی سعید رو، عدم تحرکش رو و فلج بودنش رو میدم. اصلا نمیتونستم بین مفهوم عقب نیفتاده بودن سعید و عقب افتاده بودنم وجه تمایز قائل بشم. فکر میکردم خب سعید اصلا روی دهنش هم کنترل نداره مثل روی دست و گردن. ولی به خاطر اینکه شجاعت نشون بدم به سعید شیرینی میدادم بخوره. علی رغم ترسیدن. نه ترسیدی که. توش میکنی؟ نه. 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 جنرال آتروفی داره نمیست بسن آنتیکولاش هم یه خورده یه سال اکس و کو احتمالا بزرگه. مختش هم تو بعضی از کاتاش کوچیک. آمان جانم بیا اومدم. اومدم جنرم. اگه بتونم بلند شو. چیه بابا؟ دانش تو با تجربه من اصلا هماهنگی نداره. همینطور. به دلیل اینکه من چیزایی دیدم در جامعه بشری، چیزایی دیدم که تو اصلا تو اینجا افتاده چیزی ندیدی. همین که داری ادعا میکنی که تو که اینجا افتادی خیلی میدونی، دلیل اینه که چی نمیدونی. ندونی نمیدونی خیلی راحت. پس گوش بده من جواب تو بدم. من ثابت میکنم. میخوایی من بیام بسر. منم ثابت که تو خبر نداری. بله خیلی تو میخوای چی رو ثابت کنی؟ که تو خواهد ندیدی. چی ندیدم؟ من چیزایی دیدم که تو خواهد. تو چی دیدی که تو من خوابش ندیدم؟
بگو چیزی دیدی بگو منم اگر درست بگی اقرار میکنم چیزی که من استدلال میکنم من میگم که این گوش بده گوش بده بذار جواب تو بدم ساکت شو تو بهت بگم من میام گوش بده به حرفم بزنم جواب تو بدم تو اگر قرار باشه که جواب نذاری من حرف بزنم دیگه بحثی ندارم با تو نه گفتم نداره باید ساکت بشی استدلال من گوش بده اگر تو استدلال کردی ده همش داری میگی که من نگفتم سبایل چی میاره کن بگیم میشه دلت میخواد متاسف باشی متاسف پنج و چهار دفتر چه داره؟ بردم ها؟ بردم خودتان دومتون بردم؟ محشید نه محشید که 25 تا پول دادم بهش برده بودی اصلا با خود داری؟ هم دفتر چه بهش دادی هم پول؟ خب دفترچه بود با این پول بگیره دیگه آبا دفترچه رو ما بود تو خونه گم کرده بابا شما خونه اگه گم کرده بودم من فکرم تو در بانک بانک هم پیش دادم حالا تو از کجا میدونی تو خونه گم شد کجا مطمئنی آقا که اومد دستش دیدی خیلی خوب از دیگه همشم هست بود کنون اتاق اگر سیده میده با آبا مش لازمه که بگردم. خیلی لازمه داری؟ پیدا شد. آنی پیدا شد. چون که خدای گوسفند نصف این کجا بود؟ تو کشو خودم گذاشته بود. ببینین 48 سال 50 سال روی زمین بودن. میتونه اجازه بده تو از پایین آدم ها رو نگاه بکنی. بفهمی آدم ها چی هن؟ آدم ها چی کار میکنن؟ ریسترین حرکتشون رو از حرکت انگشتای پاشون ببینی تا اون بالا ما هیچ وقت توجه به پاهای اطراف نداری و سعیده از این قدرتش کاملا استفاده کرده سعیده آدمای خیلی محدودی رو دیده ولی سعیده یه فرصت خیلی زیادی داشته که روی زمین بخوابه و از پایین تا بالا آدم ها رو ببینه من اجازه دادم که سعیده از قالبم از وجودم به عنوان یه آدم ارتباط با بیرون استفاده بکنه من یه با عاشق بودن یعنی کسی رو با همه خصایصش دوست داشتن سعید وحشتناک عاطفیه عشق اصلا عشق یعنی آزادی میتونی بگیری خوده؟ متقاطی نمیخوای بزنی چه سره؟ خوده
با مهنوش کار داره. باش چوش کنی. من میدونم که سعیده برای چه موضوعی به من زنگ زده. میتونم پیش بینی بکنم توی اون خونه الان چه اتفاقی افتاده. کی اومده اونجا، کی چه روحیه‌ای داشته، چی به سعیده داده. چی داره میگه؟ این داره میگه زماته. زماته. پنجاه ساله من صفره. این داره میگه. الان میگه برس از چی داره میگه؟ بابا حالا چرا اینقدر حساسیت نشون دادی؟ من توقعی از هیچ کس ندارم. اما اون چیزی که فیلم واقعیت هست، زندگی هست که با تو فیلم باشه باید باشه، نه دلخواهی فردی که درست قد شناس نیست. ما هم اینجا هستیم. من به دلخواهی سعیده که فیلم نمیسازم آقای شاهنظری. چی میگی؟ یا الان رفتار دایجون بیشتر تحت تاثیر بیماریشه. وقتی که به رابطه من و سعیده میرسه فکر میکنه خودش تواناییش رو از دست داده و یه نفر دیگه مجبوره بیاد جاشو پر بکنه. این موضوعی که ناراحتش میکنه، نه احساس رقابت. و من چه رقیبی میتونم برای دایجون باشم؟ یه بچه این وسط بیاد من بی مصرف علم کنه، من حاضر نیستم. کار ایم بشه کنی جواب بودی دیگه این هیچ کاری نیست. الهی من خدا بشه، الهی خورتش بشه، اون دیگه میخواه این دیگه برو میترسی. میترسی ها؟ آره. سلام خانمی، خوش اومدی دختر من. فیلمتو خراب کردم. چی شد فرده؟ هیچی نشده. نه اینکه نشده، اجرا میخواست به سرش برد زمین، یه خود سرش درد گرفتم حال اونه. سرش شلوغ شده. چی شده؟ من تو تلویزیون پخش کنم. نه تو کنم سر. الهی عمرو فهمیده که کیمیا 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 تو تلویزیون عمرو سعید میگن که اونجا چرا اینجوری شده؟ همشه اینجوری یه چیز این داشت، یه چیز این داشت، یه چیز این داشت. من خجالت میکشم تو فیلم باشه. من کوچولو بودم به رنگ صورتی میگفتم کالباسی، به رنگ سبز میگفتم گوجه. بیشترین کسی که باش نزدیک بود سعیده و خیلی نقش تو زندگیش داشت برادر بزرگم بود. یعنی در واقع مراحل تحصیلیش رو این مثل یه ساعت شماتدار سر ساعت بیدارش میکرد، درسش رو بخونه چی کار بکنه. یعنی واقعا سعیده نبود و اون واقعا ممکن بود یه مسیر دیگه ای بره. سعیده بی اندازه به اون برادرم وابسته بود. بعد اون برادرم هم بعد از ازدواج از ایران رفت. الانم 15 ساله که نیومده ایران و سعیده اونو ندیده. برادرم کوروش ارکستر سمفونی کار میکرد. کلن این ازدواج باعث شد که اون دیگه نتونه ادامه راه روشو بده. بود من کرمان بری چه اون میخواد بیا تهران. اصلا من هم باید بری بیاری خب من همینو بهش گفتم و من رو کار میکنم. اصلا قرارش این بوده. من گفتم گفت که بید میام با میام فرودگاه. خب پس فردا میاد دیگه، میگه تاریخشو کی بهش گفتی تو. یک بعد از سشب سشنبه میشه تقریبا صبح چهارشنبه می تهران انشاءالله. برای 24 ساعت جلو افتاده پروازش. اون حالا باید بیاد اینجا، خواهی نخواهی یه سه چهار روز بمونه، بعد برنامه بریزیم برای سیجا. آره 15 روز همش ایران میشه، همش 15 روز.
دو شب، حالا ما گفته یه شب میمونم سیریا. من گفتم دو شب، یه شب خونه تو باشه، یه شب خونه بابا. خدا حافظ. با من صحبت کرده، گفته یه شب میکنم برم سیریا بگم. اگه نخواست بره اون، من میدونم اون خودش میدونم. به کس دیگه ارتباط نده. نه. اگر اون گفتش که من نمیرم سیرجان، من میدونم با اون خودمون میدونیم که با هم در به تو ارتباطی نداریم. به که ارتباط نداریم؟ مشتی جا چه تو جا همینطور ارتباط نداریم. فیلم به من اعتراض داره که بیگرام تواسی میپرست. خوش بجرام تواسی. دویتر چراش به تو مربوط است؟ مربوط زندگی من خودم میدونم. من میدونم کروش به تو مربوط است. تو نه وکیل مدافع منی، نه وکیل مدافع کروش. ما یه وقتایی همچی مسائلی که پیش میاد، ما میگیم کاش که کسی بود اینجا فیلم برداری میکرد. ببین این فقط اینجا از خدا خواستیم در تمام این یکی مستجاب شد. زندگی ما همش خودش فیلمه. یه نمونه دیگه فرماشی نداریم. میخوام برم کار دارم. جوراب من شبا در میارم صبحانی. من اینجا صبح فتیله میکنه خیلی باید من یک سر پوشیدم این دازه دوشم نگیرم من میخواد بکن بخواد نه تم میخواد بکن بخواد من زهرم خودم قائم به نفسم قائم مقام هم اینجور وقتا مادر بگو حسن در از دعوا حسن در از شنیدید برای هزارم این بار میگم بیرد تو در حد خودت میتونی حرف بزنی. آقا تا این موارد واکسینه نشده سعیده، چون هیچ کس تا حالا کاری به کارش نداشته. تا حالا اولین باره که داری. کروش دو هفته است. دو هفته فقط میخواد اینجا بمونه. اینا دو ماه پیش دارن دعوا میکنن. مایت دکتر اینا رو آره میشه مای خانم اون باشه منو نمیشه. مای خانم به خاطر کوروش دعوت کردم. کوروش اومده. بود از زمان ازش دعوت کردم. باشه. کوروش هم برای مسبب یه شرایط بشر دکتر نه. 20 نفر شدی. اونم دو نفر میشین 22 دارن. 22 نفر. بس. شما قسمت گزارش میخواین بگین؟ آره حتما. خب با اونا میشه 23 نفر. 24. با قسمت گزارش میشه 24. 24. من هم میگم دیگه جا نداریم از اون بابا شروع کردن. خب ببینید من پشتی بیارم اگر جا داشتیم عقدس رو هم میگفتیم خوب بود، منتها دیگه جا نداریم. عقدس یه نفره. آقا عقدس یه نفر نیست، عقدس با مرگا دویا زندگی میکنن. نمیشه بگی که مثلا تو بیا. سلام. 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 عزیزم به خدا خدا این شام آخرمه توی ونکوور راه افتاد دیگه الان. خیلی ممنون، مرسی. حالت خوبه؟ شما میدونستی که ما یه فرصت خیلی خوبی رو از دست دادیم شبی که شما اومدید. ما یه سفری داشتیم به جای دیگری و نفر دیگه دوم ما دچار مشکل شد و این امکان پیش نیومد که ما رو در روی شما دوتا رو خیلی جالب بود که ایشون سابقه علایقتون باخبر بودیم رو به تصویر بکشیم. حالا شما میتونید بیان بکنید برای ما زمانی که سعیده رو دیدید چقدر فرق کرد؟ چه احساسی داشتید؟ چجوری فکر کردید اون لحظه که سعیده چجوری باشه؟ من فکر میکنم زیاد فرق کرده. کاملا انتظار داشتم همونطور که هست باشه. منتها داشت گریه میکرد و منم برای اینکه یه مقدار آرومش بکنم گفتم که بابا من وقتی که دارم میرم تو باید گریه کنی، اگه همه گریه رو الان بکنی اون موقع میخوای که بخواد بخندی. پس یه خودش نگه دار صرف جویی کن واسه اون موقع که همین دیگه باعث شد که یخ و شکست و دیگه ایشون از اون حالت
خیلی هیجان زدگی اومد بیرون. ولی خب انتظار داشتم که ایشون خب خیلی احساساتی شد و که شده. حالا من این گفتگوی که الان شما با هم دارید یاد یه شبی میفتم که همه اینجا با هم جمع بودیم، خواهرات بودن همه جز شما. سعید صحبت از این میکرد که شما رو بزرگ کرده. حالا گویی که نگاه شما از بالا به ایشونه، ولی واقعا روز اینجوری بود که ایشون شما رو از بالا نگاه میکرد. و والا این همیشه من یادم میاد منشی خونه بود سیده، منشی خانواده سیده بود. همیشه ما درسمون نه تنها من، همه بچه ها کی امتحان داره، کی درساش عقبه، چقدر درس خوندی، چقدر مشق نوشتی، کجا باید بری، اگه مریض بودیم دواتو خوردی نخوردی، بعد همه چیز تاریخ کامپیوتر خانواده بود دیگه. همیشه الان هم که دیگه مشخصا اینجا هست. چرا سعیده همیشه نگران شماست؟ موقعی که نبودید همش نگرانتون بود که یه جور فکر میکرد شما از دست رفتید. آیا بعد از اینکه موسیقی رو رها کردید بود، یا بعد از اینکه او شما رو دیگه نداشت این احساس رو داشت؟ خب منم اونجا همین احساس رو داشتم، همیشه برای مادرم اینا مینوشتم نامه. نه به خاطر خودش، بلکه به خاطر خودتون احساس یه جور سرپرست بودن نسبت به شما داشته، خواهر بزرگ یا مثلا. من مخصوصا یادم نمیاد که در مورد من بود، یعنی من به طور کلی یادم میاد که در مورد همه بچه های جور بود، در مورد من خاص یادم نمیاد. شاید من حس نمیکردم، شاید اون بیشتر احساس میکرد، ولی شاید من مشغول بازی گوشی بودم و اینا متوجه نمیشدم. ولی خب من اونجا که یادم میاد بعد از مادرم، و این مادر دوم بود دیگه. همیشه شما اصلا تا حالا بهتون گفته شد که وقتی شما رفتید یکی از دو خودکشی سعیده به علت رفتن شما بود؟ نه، من اصلا نشیدم که ایشون اقدام به خودکشی کردن بعد از رفتن من. آیا همین احساسی که اون نسبت به شما داشت شما هم داشتید؟ که اینقدر شدید بود که از دست دادن شما باعث این عملی بود شد، یعنی خودکشی؟ من اینجا متوجه نشدم، نه. خب میدونیم اینجا امکانات که نبود که سیده رو ببریم به تالار رودکی اون موقعی که من بودم در ارکستر سمفونیک تهران که بیاد و استفاده بکنه و اینا. ولی توی خونم، توی منزل من همیشه موسیقی بود، با من بود، سیده هم که خب همیشه با من بود، طبیعتاً در ارتباط با من، اینم در اون جریان بود. و خب طبیعتاً همونجور که من توی دبستان و دبیرستان ایشون همیشه کوچ من بود برای درس خوندن، در دانشگاه همینطور بود. شاید نه دیگه اونقدر در جزئیات، ولی خب طبیعتاً بود دیگه، یعنی فرقی نمی‌کرد. این در مورد قسمت اول که همیشه ایشون با من دیپلم گرفت و رفت دانشگاه و اینا، اگه اونجوری حساب بکنیم. ولی در مورد قسمت دوم، چون من اول هیچ وقت موسیقی رو ول نکردم که هیچ وقت نکنم، ولی در تا زمانی که ایران بودم من حرفه‌ای دنبال کار موسیقی بودم. چند سال اولی هم که کانادا بودم بودم، بعد دیگه کم کم خارج شدم از جهت حرفه‌ای، فعالیت حرفه‌ای در زمینه موسیقی. من همیشه اونجا آرزو داشتم که سعید کانادا بود، برای اینکه تو اون کشور خیلی کمک میکنن به افرادی که در این شرایط هستن. اگه ایشون اونجا بود مشخصا برای ایشون درست میکردن صندلی، کامپیوتر فسیلیتی در اختیارش میذاشتن و ترینینگ مخصوص براش میذاشتن، نرس در اختیارش میذاشتن، مدیکیشن لازم رو در اختیارش میذاشتن و مشکلات ایشون به نظر من اونجا خیلی خیلی کمتر بود. مشکلات ایشون که کمتر میشد، مشکلات خانواده کمتر میشد. متاسفانه اینجا ما بخاطر کمبود امکانات برای هیچ کس نداریم به جمله ایشون. اینه که من همیشه اونجا خیلی خیلی آرزو داشتم که ایشون اونجا باشه، با استعدادایی که این داره، شاید الان پی اچ دی ش هم داشت. هیچ وقت شده بود که باش در تضاد بیفتید؟ همیشه. هیچ وقت نشده بود که در تضاد نباشیم. من خودم کلن آدم بیرحمی نیستم. همیشه سعی میکردم که بهش تا جایی که میتونم محبت بکنم. نه تنها ایشون، همیشه من سرباز که بودم وقتی میومدم اولی کاری که میکردم، خودش هم شاید یادش هست، خواهرزاده هامو با خواهر کوچیکمو که الان تورنتو مهنوش میبردم سینما، بعد اینو زود میبردم پارک قیطریه، چون منظورمون اینجا بود، با همون چرخشی چرخ خیلی خراب داشتش. پس در نتیجه من همیشه به حرفای این گوش میکردم که چی داره میگه، یعنی چیز نمیکردم، دیوار نمیکشیدم با اینکه خب تو هرچی میخوای بگو. من به خاطر این، خب منم جوان بودم،
میخواستم برم بازی کنم، میخواستم در این حالم نمیخواستم اینو ناراحت کنم. اون تضاد همیشه پیش میومد، یعنی همیشه سعی میکردم بهش جواب بدم، سوال جواب سوال جواب سوال جواب. و همیشه یعنی اینجوری نبود که من بگم تو من کاری ندارم من رفتم، اینجوری نبود. میشستم باهاش جر و بحث میکردم که نه من میخوام این کارو بکنم، میگم نه بابا باید این کارو بکنی، نه باید این کارو بکنم، اینطور بشه اینطور نشه. نه فقط در مورد خود شخص من، در مورد مسائل دیگه، در مورد مسائل سیاسی اجتماعی و خانواده همینطور، همیشه ما در حال تضاد بودیم و جر و بحث میکردیم. الانم که اومدم یه هفته جر و بحث میکنیم، تضاد داریم. شما متوجه شدید که همچنان این تضادها درجاش باقی هست؟ خیلی جالبه، باید باشه. شاید هم کوتاه نمیاد. نه کوتاه میاد.